این روی جلد آخرین شماره شارلی ابدو که به تنز رفتار آقای ترامپ خطاب به مردم امریکا نوشته است شما را بیرون می کنم. در جنب برگزاری انتخابات و عدم رعایت موارد لازم امنیتی در امریکا حالا اعلام شده فقط دیروز بیش از دویست هزار نفر مبتلا به ویروس کرونا شدهاند حال بعد از این نظریه سمت و سوی سیاسی آقای بایدن هم در کلیات و هم در جزیات هنوز رسمی نشده است. روزنامه لومون می پرسد های آقای بایدن چه خواهد بود و باز می نویسد مردم در ایران می گویند با آقای بایدن از تشنجات ایران و امریکا کاسته خواهد شد. آقای خامنه‌ای شتاب زده ادنی از زندانیان را در دو روز اخیر آزاد کرد. این خانم کاملا هریس اولین زن معاون رئیس جمهور تاریخ امریکا همراه با شوهرش و باز در ارتباط با ایران محمد محی سخنگوی شاخه حزب الله در ایران می میگوید دوره دونالد ترامپ بدترین دوران حیات ما بود پرسش مطرح این است که با آمدن آقای بایدن آیا این گروه که مستقیما پول و حمایت حکومت تهران را دارند آیا شعار مرگ بر امریکا را ادامه خواهند داد روسیه با موافقت دو طرف درگیر در قرهباغ ارمنستان و آذربایجان دو هزار سرباز به عنوان ناظر و محافظ صلح به این منطقه فرستاد جنگ بی حاصل که آغاز و ظاهرا پایان گرفت با هوشمندی و عدم دخالت دول دیگر اینک ظاهرا پایان گرفته است حاصل این بیهودگی و نزا تصاویری که همکنون برای هر دو طرف میتواند گوش زده مثبتی داشته باشد شاهزاده خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین درگذشت او از زمان استقلال بحرین در سال 1971 نخست وزیر شد و در سن 84 سالگی در امریکا درگذشت در اعتراضات سال 2011 مردم شیعه بحرین خواستار برکناری او شده بودند. سایب ریکات، l'un des diplomates palestiniens les plus en vue امروز سایب برکات شخصیت مورد اعتماد مردم فلسطین که با ویروس کرونا جان باخته بود، به خاک سپرده شد. او در پی اختلافاتش با آقای محمود عباس استفاده داده بود و در صحنه سیاست بین المللی حضوری بسیار فعال داشت. در سوئیس فواره مشهور شهر ژنو که تا 140 متری ارتفاع آب را به آسمان می‌برد به دلیل کرونا خاموش شده است. این فواره از سال 1891 میلادی هر روز زمستان و تابستان روشن بوده است. همچنین سوئیس رضایت داد در طرح سازمان ملل در موزامبیک دو نظامی به شراکت سایر دول دیگر اعزام کند. در زمینه خبرهای دیگر از جمله هنری از امروز در استوکلم برای ده روز جشنواره سینمایی در این کشور آغاز به کار کرده است. کرونا سبب شد تا در هر سالن سینما فقط پنجاه نفر حاضر باشند اما در عوض از طریق اینترنت داوطلبان بتوانند فیلم های مورد علاقهشان را تماشا کنند در آلمان در شهر تاریخی نورنبرگ با همه اعتراضات دولت تصمیم گرفت ساختمان متعلق به نازی ها را که در دوره هیتلر مورد استفاده نازی ها بود به عنوان یک بنا و حافظه تاریخی حفظ کند و مانند این سالها دانش آموزان را به این مکان به تماشا ببرد و در پایان روز دوشنبه گذشته که تفاوت ساعت امکان پخش مراسم میسر نبود آقای مکرون به مناسبت پنجاهمین سال در ژنرال جنرال دوگل بر مزار او حاضر شد ملت هایی که تاریخ و خدمتگزارانش را فراموش نمی کنند آیندهشان را همیشه هموار ساختند.